چون همیشه در ساعت ده به وقت پراگ من اشعلی گلخوجه در روبروی شما قرار میگیرم تا اینکه در چند دقیقه دیگر برای شما سرخط خبرهای روز رو بگویم و در ساعت یک به وقت پراگ من شما رو در برنامه خبری با تفصیلی همین مطالبی که برای شما خواهم گفت منتظر میشوم و باوری دارم که در اون برنامه چون همیشه ما رو همراه خواهید بود و از تحولات تازه تاجیکستان و جهان آگاه میشوید. ده ها پرونده در رابطه با آشوب مرگبار در وحدت دوستانی کلی تاجیکستان چند کارمند مبسی شهری وحدت رو برای اجرا نکردن وظیفه خدمتی و ده ها محبوس رو برای دست داشتن در آشوب متهم کرده است. حالا مبسی شهری وحدت زیر نظارت جدی است با پیوندان زندانیانی که در آنجا ادای جزا میکنند اجازه دیدار دادن نمیشود. در این زندان با اتهام گوناگون نزدیک به 1,500 محبوس نگهداری میشوند و همیان حقوق میگویند با احتمال زیاد آشوب و ناراضگی زمینه در شکنجه و فساد رو دارد و برای همین هم در آنجا آشوب سر زده بود. آشوب در زندان شهری وحدت ساعت 9:30 شب 19 می اتفاق افتاد. در میان کشته شده ها سید قمیدین غازی، مخصومی ستار و سید مهدی خان ستار و معروف به شیخ تیمور نیز هستند و در برنامه خبری ما راجع به این موضوع باز با شما صحبت خواهیم داشت. با توجه به درخواست شما و با نزدیک شدن عید رمضان همکاران ما تصمیم گرفتند در برای نرخ و نوای محصولات در بازار یک گزارش تهیه نمایند. طوری هنوز در آغاز ماه رمضان به نظر رسید محصولات غذایی در بازار قیمتش بالا رفته بود، بخصوص از گوشت که در این ماه ساکنان معمولا از آن زیاد استفاده میکنند. اما گونه که همکاران ما میگویند شهرداری چند گوشت فروش را برای رعایت کردن قاعده های تجارت و فریب مشتریان جریمه هم کرده است. اگر بعد کمتر از ساعت دیگر برنامه خبری رو تماشا کنید می توانید بفهمید که این شب روز در نرخ‌های بازار چه تغییراتی هست. امروز رئیس شورای اروپا دونالد توسک سفری آسیای مرکزیش را از تاجیکستان شروع میکند. توسک در حال به کشورهای آسیای مرکزی میآید که دیپلمات‌های اتحاد اروپا روز 15 می در بروسل یادداشت مشترک این نهاد را در برای استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی قبول کردند. فعلا در برای برنامه سفری توسک به پایتخت تاجیکستان معلومات زیاد در دست نیست، هرچند گفته میشود که ملاقات با پرزیدنت اومالی رحمان در نظر است. اگر در جریان روز اطلاعات بیشتری پیدا کردیم حتما برای شما در برنامه خبری خواهیم گفت. شروع علما میتواند زنان توجیک را به جای شوهرانشان طلاق بدهد. به این زنها نفران داخل میشوند که سالهای طولانی با شوهران خود زندگی یک جای نداشته قانونی جدا شدند، ولی با سببهای گوناگون مرد از دادن طلاق اسلامی به همسرش خودداری کرده است. در جامعه مسلمانی نکاح و طلاق شفاهی در برابر نکاح و طلاق رسمی برای به هم آمدن جفت و یا از هم پوشیدن آنها نقش مهم دارد. در خانواده یک مسلمان طلاق حق استثنایی مرد است که هر وقت خواست با دلیل گوناگون آن را صادر میکند، ولی زن چنین حق را ندارد. اکنون زن با گذشت 4 سال و آن هم از طریق شورای علما میتواند طلاق به دست بیارد. یک گزارش داریم در این باره در برنامه خبری و با مثال های روشن که فتوای شورای علما برای زن های طلاق دیده امکان بنیاد اولای نو را فراهم میکند. حادثه های تکان دهنده و واقعی در صحنه تئاتر. اخیراً تئاتر نگاهی نو و نمایشنامه را در ژانر حجتی پیشنهادی تماشابینان کرد. از جمله قصه هویدای 5 ساله دختری مهاجری که از طرف شهروندی روسیه نخست تجاوز و بدن کشته شد و در بر غرق شدن ایلون کورت هنگام گریز از جنگ و همین گونه خودکشی به هنگام پخش مستقیم از موضوعهای نمایشنامه بودند. آفرندگان آن از عمره هنرمندان جوان هستند که میگویند با در نظر داشتی وسیع بودن موضوع این نمایشنامه باوری دارند که به صحنه های فراتر از این راه میوبند. خب در این باره شما میتونید در برنامه خبری گزارش رو تماشا کنید. همین گونه چند مطلب دیگر و چند خبر دیگر نیز هست که امیدوارم تو برنامه خبری در شکل کامل به دست ما میرسند و ما میتونیم در اختیار شما بگذاریم. شما رو به دست سوادگر در همین جا در آزادی ویدیو منتظر خواهیم بود. تا اون وقت روز خوب داشته باشید و برای شما برنامه کار میخواهیم.